بر روی عرشه ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن. اینجا هدف این است که به رخ ایران بکشند که چه کسی این آبها را کنترل می‌کند. علی‌رغم تهدیدهای ایران که گفته تحت شرایطی ممکنه این تنگه مهم و شاهراه حیاتی تجارت جهانی را ببنده. آمریکایی‌ها برای ادامه کنترل و سلطه بر دنیا و جلوگیری از سلطه متقابلی که اونهایی که امریکا برشون تو این سالهای طولانی بعد از جنگ دوم سلطه داشتن جلوگیری از سلطه متقابل اونها بکنه، فقط یک ابزار در اختیار داره و اون بودن در خلیج فارس. و این رو ما تو برنامه داریم که امریکایی‌ها بود از خلیج فارس برون. اسپانس فیلترنر، دریا سالار آمریکایی که رئیس سازمان CIA در دوره جیمی کارتر بود، بعداً در مورد استراتژی حیرت انگیز قایق‌های تندرو در نیروی دریایی انقلاب اسلامی نوشت که این تجربه جنگ کلاسیک دریایی رو به هم زد. امریکایی‌ها از سال 64 در واقع حضورشون رو پررنگ کردن و سال 66 در واقع عملا اینها دیگه اومدن توی میدان و در واقع پشتیبانی کردن صدام رو. ما هم تو دهنی به اینا زدیم. ما حالا بسیارش از لحاظ امنیتی هنوز که هنوز نمیتونیم در واقع باز کنیم. ما 6 تا سیلی محکم با آمریکایی ها زدیم. زمانی بود که آمریکایی‌ها با پررویگری و با پررویی اومدن اعلام کردن که هر کشتی در لوای پرچم ما قرار بگیره کشتی نفتی، ما اسکورت میکنیم و میاریم داخل خلیج فارس. اینا کویت، کشور کویت اون مقطع گفت که ما آمادگی داریم که قرار بیان شد که اولین کاروان امریکایی‌ها که ناوهای نظامی بودن و دو تا از این کشتی های کویتی که تغییر پرچم داده بودن و تغییر اسم داده بودن به اسم کشتی ارخا که تبدیل شده به بریجتون، کشتی بود یکی از بزرگترین کشتی نفتی دنیا با ظرفیت 402,000 تن، یعنی بیش از 3 میلیون بشکه. اون موقع CNN اینو تازه راه افتاده بود، هر کاری که تو این کشتی ها صورت میگرفت سین زنده نشون میداد. مثلا میخوان تغییر پرچم بدن، مراسم میگرفتن، مراسم رو زنده پوشش میداد. تغییر کاپیتان میخواستن بدن، مراسم میگرفتن، پوشش میداد زنده. در روز دو بار سه بار اینو برنامه عادیش قطع میکرد، این کاروان رو نشون میداد که ما الان داریم مثلا وارد میشیم، فلان جا هستیم، بیسار جا هستیم. عمده اینا میخواستن اون ابرقدرتی خودشونو میخواستن به رخ کشوره به دنیا جهان سوم و در اولویتشون ماه بکشن که بله اگه آمریکا بیاد اینجوریه،
آمریکا دیگه مثلا عراق عملیات شبانه و دزدکی و یباشکی و تو خفا و این کارا رو نمی‌کنه، خیلی روز روشن میاد کارش رو انجام میده. پرچم بریشتون رو زد و 6 تا اسپرانس برای اسکورت کشتی بریشتون قرار داد. این 6 تا اسپرانس 6 تا اسپرانسی هستن که متعلق به خود ایران بودن، یعنی پول اینها رو ایران قبلا داده بود قبل از انقلاب و آمریکایی‌ها اینا رو به ما پس نداده بودن. برای شکستن اقتدار ایران این 6 تا اسپرانس رو گذاشتن اسکورت این سوپر تانکر نفتکش. لاسال، فاکس، کیت، کراملاین، اینا اسمهای اینها بودن که هم دو سه مورد از اینا رو بعدا توی شناسایی دریایی از نزدیک دیدنشون. مسئولین سیاسی و نظامی با هم میرن پیش امام، اولین کاروان داره میاد، امریکایی هم سر و صدا کردن، 40 روز سر و صدا دارن میکنن که حملات روانی روی ما میکنن، میخوان مثلا بگن که اگه کاروان سالم رفت بگن شاخ ایران شکست شد، ایران نتونست هیچ کاری بکنه، چی کار کنی؟ امام فرموده بودن که بزنید. خب بعضی مسئولین سیاسی گفته بودن که مسائل در واقع سیاسی پشت این هست، سیاست بین الملل و غیره، اینو چه باید بکنیم؟ خب بالاخره امام قانع میشن که مورد دیگه باشه. مسیر طی میشه، اینا 7-8 ساعت دیگه از تنگه که عبور کرد میاد میرسه یه مدل وسطای خلیج فارس. دوباره جلسه بعدی خدمت امام که آقا چیکار باید بکنیم. خب امام میفرماد که بزنید و دوباره بعضی مسئولین سیاسی دلایلی میارن که شرایط رو مناسب نیست و مواردی هست. ظاهرا دوباره کار متوقف میشه، به جلسه سوم میکشه. حالا دیگه از محدوده منطقه یکم دریایی عبور کرده بود تو محدوده منطقه دوم دریایی. در محدوده منطقه دوم دریایی زمانی که میرن اینها دیدار امام، فرماندهان نظامی و مسئولین سیاسی، دوباره میگن آقا اگر این ناو برسه، این کشتی برسه به سواحل عراق و کویت، این اسکورت رو آمریکا یا صورت بدن، بعدن دیگه ما هیچ کاری از دستمون نمیاد، ما چه باید بکنیم، روش چیه؟ امام میفرماد خب برید بزنید. دوباره مسئولین سیاسی دلیل میارن. امام ظاهرا جلو نماز بوده، بلند میشن، جمله شون این بوده که نقد شده از کسایی که تو اون جلسه بودن که اگر من بودم میزدم. ما تصور میکردیم وقتی امام گفته حتما تصمیم بر همینه دیگه، ما رفتیم پای کار، رفتیم پای کار که اولین تنگ اولین کاروان امریکا در تنگی هرمز مورد اصابت قرار بگیره. از یه طرف خیلی سخت بود، از یه طرف هم بچه ها خوشحال بودن که حرف امامو به مطلب برسونن. امام دستور داده ببین بچه ها کجا بودن. تعداد نفراتی که در این ماموریت شرکت داشتن زیر 20 نفر بودن
ولی خب فکر میکنم اگه اشتباه نکنم این تو 2 مرداد سال 66 بود این ماموریت، یعنی تو شدت تابستون. میبایستی 80 مایل دریایی، خیلیه 80 مایل، هر مایل دریایی 1352 متر میبایستی طی کردن تو این تلاطم دریا، تو این بار سنگین 6 تا مین بزرگ میخواستی میذاشتی رو این حرکت میکردی. ساعت 10 یه 35 مایل تا 40 مایل که بچه ها رفتن، ساعت 10 بود دریا تلاطم گرفت، به حدی تلاطم گرفت که اون مینهایی که روی ریل بود از هم جدا شدن، ریلا داشت میشکست، بچه ها حالشون خراب شد، بعضی بچه ها کف قایق افتادن و حالشون بد شد، ولی بعضی بچه ها رفتن با بین مینه ها ایستادن، خودشونو ما بین مینه ها قرار دادن که مینه ها به آب پرتاب نشه. تا ساعت تقریبا غروب بود بچه ها به اون نقطه تاکتیکی که میبایستی میرسیدن رسیدن. شهید معدوی میگفت ازرمیت و مارمیت ولیکن نلاهر، ما کجا برگردیم؟ دل امامو بشکنیم، ما عد بستیم با امام، خدا شده کسی اون لحظه یادش نمیره، ما به عد بستیم بچه ها. حتی به جایی بود که دست انگشت بچه ها رفت لای چرخ مینها و لای ریل. موقعی که رسیدیم به اون نقطه تاکتیکی مینها را جابجا کردن، بچه ها باز مونتاژ کردن اون شاخک هایی که آماده میشد، میبایستی آماده میکنن، آماده کردن اون مینها را روی اون تاکتیک خاصی که میبایستی ریخته بشد، ریخته نشد ولی ریخته شد، بچه ها سعیشون کردن ریخته شد، از منطقه جدا شدن. شناور 4 تا ناو جنگی 2 تا نفتی، ولی کشتی مورد اصابت قرار گرفت که بیش از 40 روز عملیات روانی انجام شده بود، تو رسانه ها بزرگ شده بود این کشتی، مطرح شده بود و همه دنیا کشتی بریشتون رو میشناختن، کشتی نفتی بریشتون. از 6 تا شناوری که اونجا دادن این کشتی بریشتون مورد اصابت قرار گرفت. کار خدا، کار خدا، اصلا هیچ آدم ها دخیل نبود. This is ABC News Nightline. Substituting for Ted Koppel and reporting from New York. As tanker after tanker came under attack, the Kuwaitis, who felt most vulnerable, hit on a scheme to gain superpower protection. This involved getting ships reflagged. That means re-registered in the name of a country like the United States, whose warships would then be allowed by international law to intervene in the event of any attack. نزدیک به 3 روز این ناوا سینه و پاشنشون رو لنگر انداخته بودن، چون تو دریا معمولا کشتی سینه‌شو لنگر سینه‌شو میندازه که آبی بر اون نبرش، ولی اینا سینه و پاشنه رو لنگر کرده بودن که کشتی اصلا تکون نخوره، میترسیدن که مثلا یه پنجم جلو عقب برن یا چپ و راست بشن بخورن به یه مینه دیگه. One of the things I do not have a capability to do is to defend the tanker from a mine. When mines are laid, you don't just put one in the water normally, but rather seed a field in a restricted area. حالا بعد، حالا جالب اینه که بعد که میخواستن حرکت بکنن آمریکایی‌ها، این
بقیه کشتی را حرکت بدن، قضیه درست برعکس شد. یعنی اومدن اون دو سه تا نفتکش رو گذاشتن طرف ما، یعنی حد فاصله بین ما با خودشون، خودشون رفتن اون چند تا ناو آمریکایی رفتن طرف ساحل عربا، این کشتی نفتکش را گذاشتن طرف ما که اگر مثلا بخوان بعد از این قضیه ما بخویم به صورت راکت با موشک و راکت بهشون حمله بکنیم، اول کشتیایی را که اونا میخوان اسکورت بکنن اول ما به کشتیا بزنیم، بعد یعنی نواشو در وضعیت امنیتی قرار بگیره. شش اسپرانس نیروی دریایی آمریکا، شش تا این ناوهای پاسیور، برای اینکه احتمالاً موشک دیگه‌ای نیاد بهشون بخورن، نتونستن تشخیص بدن که این موشک نبوده. موشک دیگه‌ای بهشون اصابت نکنه، رفته بودن به پهلوی در واقع سمت چپ کشتی بریشتون که متمایل به سمت عربستان بود، ساحل عربستان، به اون پشت اون آرایش گرفته بودن. این عکس رو یک خبرنگاری که سوار هلیکوپتر بوده وقتی اینا رو دارن منتقل میکنن از روی این شناورها، از روی این ناوها، از بالا میگیره. اوج ذلت نیروی دریایی آمریکا رو اونجا نشون میده. مطلب بسیار عجیبی توی یک نوشن بین ما و امریکای اتفاق میفت. هنوز که هنوزه نمیتونیم در واقع باز کنیم. ما 6 تا سیلی محکم با امریکایی ها زدیم. کلمانسو یا ناوهای از قبیل او اگر وارد خلیج فارس بشن، سرشون بنزن پایین بیان و برن، خب یا آب بین المللیست، نخوان کاری به جایی به چیزی داشته باشن، خب میان و میرن، کسی هم به اونها تعرضی نخواهد کرد. ما که شروع به ایجاد تشنج نمی کنیم، اما اگر چنانچه قصد تشنج آفرینی و تحریک داشته باشن، همونطور که آمریکایی ها داشتن و چه فرانسه چه آمریکا و چه هر قدرت دیگری بخوان بیان اینجا تا اینکه قدرت خودشون رو در منطقه تحکیم بکنن، یقیناً برخورد به وجود خواهد آمد و در این برخورد آسیب پذیری اونها هم چون گفتم خیلی زیاده. سوپراتاندار در جنگ فالکلند بین آرژانتین و انگلیس، این هواپیما رو فرانسوی‌ها در اختیار آرژانتینی‌ها قرار دادن و آرژانتینی‌ها علیه ناوهای انگلیسی استفاده کردن. استفاده‌ای که علیه ناوهای انگلیسی شد، هواپیمای سوپراتاندار رو به خاطر داشتن موشک در واقع کروز هوا به سطح اگزوست، به یک هواپیمای مهم و مؤثر در جنگ‌های دریایی تبدیل کرد. فرانسوی‌ها این هواپیما رو کرایه دادن به عراقی‌ها. این هواپیما در عراق هم سوپر اتاندارد هم هواپیمای میراژ F1 و F2، اینا کارشون این بود که با دور زدن سواحل جنوبی خلیج فارس از روی خاک عربستان و همچنین کشور قطر و امارات بیان در محدوده تنگ هرمز و همچنین در مصب ورودی خلیج فارس شناورهایی که به ایران می آمدن و نفتکش‌های ایرانی رو بزنن. We'll be right back.
صادرات نفت ما نزدیک شد قطع بشه. ما 3 میلیون بشکه نفت واسطه میکردیم، صادرات نفت ما در بعضی از روزهای این ایام به زیر 100 هزار بشکه رسید، به زیر 100 هزار بشکه. قیمت نفت ما به 6 دلار در هر ازای هر بشکه، قیمت نفت جهانی اون موقعش 18 دلار بود، قیمت نفت ما 1/3 قیمت جهانی. همین پشت همین جزیره لارک، در جنوب جزیره لارک، ما نفتمون رو 1000 کیلومتر مجبور بودیم بیاریم اینجا و در به نوعی اینجا چیز کنیم، نفت رو صادر کنیم با نفتکش‌های کوچکتر با یه شرایط بسیار سخت. در یک چنین محیط ناامنی که بالاترین امکانات و تکنولوژی رو در اختیار صدام می‌گذاشتن، فقط به شکل جنگ چریکی و اقدام نامنظم دریایی این امکان وجود داشت که برتری دریایی اگر برای ما وجود ندارد برای کسی دیگه هم وجود نداشته باشد. لذا مفهوم مقابله به مثل از این زاویه در واقع شکل گرفت و این اقدام خب رقم خورد. و هر وقت که عراقی‌ها یک عملیات مقابله به مثلی رو انجام میدادن، بلافاصله جوابش رو میگرفتن. از طرف نیرو دریایی سپاه جواب این کار رو میگرفتن و ما هم کشتی‌هایی که به طرف عراق در حال حرکت بود یا به طرف یک کشورهایی که حمایت میکردن از عراق و امکاناتشون رو در اختیار صدام و رژیم بعث قرار میدادن، خب ما به تلافی این کار کشتی اون رو مورد اصابت قرار میدادیم و در بعضی جاها ما سبقت میگرفتیم. یعنی اگر اونا یک کشتی ما رو مورد اصابت قرار میدادن، ما 2 یا 3 کشتی اون رو مورد اصابت قرار میدادیم. امریکایی‌ها می‌دونستن که خب برای اینکه این تعطیل بشود خودشون باید مستقیماً دخیل باشن. از طرف کشور جنوب خلیج فارس نمی‌خواستن که اینا وارد جنگ به صورت فیزیکی بشن، فقط پشتیبان کننده باشن. عراقی‌ها می‌دونستن که عراقی‌ها تمام‌بندی جلوگیری از اقدام مقابل ما رو نخواهند داشت. می‌تونن عملیات علیه ما انجام بدن و اینکه بتونن جلوی عملیات ما رو مثلا نیروی هوایی ارتش رو بگیرن که مقابل رسل نکنه یا نیروی دریایی ارتش رو بگیرن، میدونستن که عراق قادر نیست این کار کنه. خود امریکایی ها این نقش رو به عهده گرفتن. وسط عملیات کربلا 5 حضور فیزیکی در جنگ پیدا میکنن. بیش از در واقع 100 فروند ناو آمریکایی در منطقه بود، غیر از ناوهای استرالیایی، ژاپنی، کانادایی، ایتالیایی، انگلیسی و ناوهایی از کشور، حتی ناوهایی از شوروی سابقا روسیه. امریکایی‌ها بعد از شوروی تقبل کردند که بیان نفت کویت رو ببرن. قرار شد که شوروی با کشتی‌های خودش بیاد، با اسکورت ناوهای خودش بیاد و نفت کویت رو صادرات انجام بده براش. اولین کاروانی که شوروی خواست بیاد 2 تا کشتی نفتی بود با ناوهای جنگی. اسم اون کشتی یادم میاد، اسم کشتی که منهدم شد بعدش، اسم مارشال باگرامیان. 2 روز بعد در منطقه میانی خلیج فارس یک کشتی دیگه به اسم آنتوان چوخوف توی یک عملیات مقابل مصر مورد اصابت قایقای ما قرار گرفت. با اطلاعاتی که رسید این کشتی در راستای تقویت عراق در منطقه حضور داشت و رزمندگان ما کشتی آنتوان چوخوف را مورد اصابت قرار داد. راستای کشتی شوروی بود، آرم داسا چکش شوروی بر بالاش. تصورم امریکای شوروی نمی‌کردن که اگه اونا دخیل باشن توی قضایای عراق ما مورد اصابت قرارشون بدیم. شوروی رسما به ایران التیماتوم داد، التیماتوم جنگی داد.
خب یه سری نگران شدن توی ایران، ولی فردا صبح زود شنبه عبدالحلیم خدام که اون موقع معاون هفت صدر رئیس جمهور سوریه بود با عجله اومد ایران و پیام از شوروی آورد مبنی بر این که خب آقا چرا من از زدید، من میگفتم از خلیج فارس میرفتم و کلا اوضاع برگشت کامل و شوروی هم از خلیج فارس رفت. شوروی پاشو کشید کنار در قضیه کورتوریف، آمریکا اومد جلو. This is a warning. Stop and abandon ship. I intend to sink you. The destroyer, the USS Strauss, firing a harpoon missile that disabled an Iranian warship beyond the horizon. از همین بچهای استان بوشهر اینا واقعا آمریکایی‌ها را داخل خلیج فارس به شدت عصبانی کرده بودن و به شدت اینا را مورد اذیت و آزار قرار میدادن، که ما اینکه اونا سعی میکردن یه مشکلات اینجوری برای ما درست بکنن. عجیب بود، یه چیز عجیب بود برای ما. میخواستیم برفتی در مقابل یک ناو، در مقابل یک تجهیزات امکانی، حالا شما حساب کنید یکی از این سلاحاش در دقیقه 3500-4000 تیر می نوازه، سخت بود. با چی بیریم؟ یکی بچه ها میگو با چی بیریم، اون میگو با چی بیریم. روزهای اول نمیدونستیم RPG را کجا بزنیم، چطور شلیک بکنیم، چون کار نکرده بودیم. ولی از دریا میدونستیم دریا چیه، جزرمت چیه، برد در نمیدونیم، همه میدونستیم. ولی سلاح سه تا چهار تا از این شناورها را که مورد اصابت قرار گرفت، بعد فهمیدیم که این شناورها یک تانکر دارن، تانکر گاز دارن، روش نوشته نو اسموکینگ. این وقتی یک RPG بهش میخورد کل پل فرماندهی آتش میگرفت. ناو 1 میلیارد دلاری امریکا اون زمان منهدم شد، ناو جنگی ساموئل بی رابرتس، ناو 1 میلیارد دلاری ساموئل بی رابرتس. فروند شناور با چیزی حدود 10-12 نفر پرسنل تقریبا روز دوشنبه یا سه شنبه این ماموریت انجام گرفت. روز پنج شنبه این اتفاق برای ناوشکن ساموئل رابرتس افتاد و دیگه اون تلفات سنگینی رو که آمریکایی‌ها متحمل شدن داخل اون ماموریت، که به اخبار اون زمانه که ما پیگیری میکردیم، اخبار اون زمانه که ما خودمون پیگیری میکردیم، خودشو گفتن، مثلا BBC بود یا همین CNN بود، یکی از خبرگزاری خارجی گفتش که ما چیزی حدود 4-5 نفر کشته داشتیم و 16 الی 18 نفر هم مجروح داشتیم داخل اون ناوشکن ساموئل رابرتس. Here's a good little picture, hand-drawn picture of where the actual mine impacted the ship, and we were not only flooding, but we had fires. And as we're trying to combat the fire and we're pouring more water into the ship, we soon realize that what's going to take us down is not the fire, but all this water we're adding to the ship, because we're sinking. ناوشکن دیگه داشت غرق میشه، تقریبا میشه گفت که بیش از 50% ناوشکن آب گرفتگی داشت، یعنی پاشنه، چون پاشنش اصابت کرده بود با مین، پاشنه ناوشکن دیگه کامل داشت غرق میشد، فقط سینه طرف یک سوم یا بیش از نصف بقیه مونده بود که
که دیگه اینا کامل بره غرق بشه، که اینا بلافاصله یه داگ سیاری را از مینا سلمان بحرین براش آوردن، این داگ رو زیر ناوشکن غرق کردن، آب داخلش آب کردن، بعد این ناوشکن رو آوردن روی این داگ قرار دادن، بعد به وسیله هوا آب اون داگ رو تخلیه کردن، اینو شناورش کردن و تونستن ناوشکن رو بیارن روی این داگ مستقر کنن که غرق نشه. در طول تاریخ نیروی دریایی ایالات متحده چنین تحقیری به هیچ وجه صورت نگرفته، وجود نداره. من سالها تاریخ نظامی درس دادم. اینکه یک نیروی دریایی با یک هیمنه و با ابهتی بیاد در یک عرصه‌ای و توسط یک قایق با یک تکنولوژی ساده، با یک مین، توسط 5-6 جوانی که بالاترین سطح سوادشون سوم راهنمایی بوده، این هیچ چیز جز اراده الهی.